درود بر بینندگان تلویزیون مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینویی هستم. مطابق معمول روزهای چهارشنبه ساعت 5 تا 6 به وقت واشنگتن در خدمت شما عزیزان هستم. امروز که برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز دوم تیر ماه، یعنی دومین روز تابستان است که تابستان، یعنی از دیروز در واقع تابستان شروع شده، و روز 22 ماه جون 2016 است و 16 رمضان هم هست. این رمضان یک پدیده ایست که اصلا به هیچ شکلی معنی نداره. هر کس توی این رمضان، هر کس چشش درد میکنه دردش بیشتر میشه، هر کی معدهش درد میکنه دردش بیشتر میشه، هر کی گوشاش سنگینه گوشاش سنگینتر میشه، هر کی بیحالتر میشه. آخه این چه لطفی داره که ما بیم یک کاری بکنیم که به تن خودمون لطمه بزنیم که چی بشه، که خدا از این کار سود میبره. اگر خدایی باشه، اگر محمدی باشه، قرآنی باشه، خب چه سودی میبرن از این کار ما؟ در خود قرآن میگه این کاری که به بدن از لطمه میزنه نباید بدی، نباید انجام بدی. شما که میدونید مثلا به فرض فرق کنید که زخم معده داری، خب میدونید که روزو بگیرید بدتر میشه، خب دارید به بدن خودتون لطمه میزنید، پس مرتکب گناه میشی. مضافم برام آخه این چه روز؟ خود مکه الان بزرگترین روزهای مکه است. من دقیقا نمیدونم روز چند ساعته، اما حد میزنم که از 24 ساعت اقلا 18 ساعتش روزه، 17-18 ساعتش روزه. آخه وقت در زمستان برعکس 6-7 ساعتش روزه. آخه این چه روزه یکی اینجوریه؟ الان اگه بریم بریم مثلا فرض کنیم که نقاط شمالی دنیا، مثلا برسیم به فرض کنیم که استکهلم، حالا ممکنه که مثلا فرض کنیم که 20 ساعتش روز باشه 4 ساعتش شب باشه. بریم یه ذره شمال سوئد، یه جایی هست که مرز سوئد و نروژ، در اونجا یه شهری هست، شهری که مال سوئده، به نام اون شهر میگن کیرونا. در کیرونا در تابستون، در هفته آخر بهار و هفته اول تابستون اصلا شب نمیشه. یک هفته از بهار باقی مونده و یک هفته از تابستون آغاز شده، اصلا شب نمیشه. اصلا یه نقطه ایست که مردم میرن از نقاط مختلف دنیا میان این پدیده رو ببینن که چجوری میشه که شب نمیشه، و این پدیده رو که مشاهده میکنن براشون خیلی جالبه. برایشون خیلی جالبه که اصلا شب نمیشه. یعنی مثلا فرض کنیم که خورشید از فرض کنیم که افق خاکست توی آسمون اینجا میاد یه کمی بالا 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 بالا، دوره این 112 دور میشه، دوره شروع میکنه پایین رفتن، دور میزنه باز میره پایین، ولی نمیره پشت، از افق نمیره پایین، یعنی میرسه به سطح و نزدیک میشه. دوباره اینجا مثلا 112 نشویم خورشید به سطح افق نزدیکه، دوباره باز میاد بالا 12 ظهر، خورشید از خط از سطح افق دوره، هیچ وقت به خط عمود نمیرسه، همیشه دور میزنه تو آسمون. و در یک منطقه از سوئدی که از شهرهای شمالش، ما یه مدت اونجا بودیم، وسط تاب، یعنی وقتی این موقع بود اونجا اینطوری بود، شما نصف شب وسط جنگل میتونید روزنامه بخونید، یعنی خورشید نبود ولی نور خورشید میامد. خب این چه آقای محمد قطعا اینا رو خبر نداشته. آقای محمد نمیدونست که اصلا در قطب شما 6 ماه روزه، 6 ماه شب، و همینطور در قطب جنوب همینطوره. اینا رو نمیدونست، هیچ چیزایی گفته. آخه این چیزایی که گفته ما باید با عقل خودمون بسنجیم. روزه یک چیز بسیار بیمنی و زیان آوریه که مردم دنیا به این کار اشتغال دارن. حالا مردم مثلا فرض کنید که مسیحی ها روزه میگیرن گوشت نمیخورن، کلیمی ها روزه میگیرن نمیدونم مثلا یه روز روزه میگیرن، این یه ماه که چی بشه؟ اون یه روز اون گوشت نخوردن اونا هم بیمنیه، هی کسی براش گوشت خوب نیست خب نباید بخوره، ولی به روزه اینا مربوط نمیشه.
یه وقتی رو آقای پارسا صوربی مطرح کردن، گفتن این بحث رو شما میتونید در تلویزیون بگی. تلفن من، تلفن استودیو در زیر صفحه نوشته شده، ولی خب ممکنه که چند دقیقه باشه بعد بره آدرس پستی بیاد فلان. تلفن از 281-835-3063 تکرار میکنم، 281-835-3063. واقعا خواهش میکنم ازتون این مطلب رو به پیشنهاد آقای پارسا صوربی مطرح میکنم. ببینید، به نظر شما آیا باید مردم مثل امریکا قادر باشن برن بازار اسلحه بخرن بیارن خونهشون، یا مثل مثلا سوئد هیچ کس اجازه نداشته باشه بره اسلحه بخره بیاره؟ اصلا مواد اسلحه فروشی وجود نداشته باشه. شما نظرتون چیه؟ خواهش میکنم بگید. ببینید، دو موضوع، یکی این که مثل امریکا که مغازهای مثلا فرض کنید که حتی مثلا مغازهای مثلا فراوون در جای به جای مختلف اسلحه میفروشن، شما میرید اسلحه میخرید. در یه جایی مثل کشور سوئد اصلا اسلحه فروشی وجود نداره و لذا شما به هیچ وجه نمیتونید اسلحه بخرید. حالا سوال اینه که آیا نظر شما چیه؟ به نظر شما در امریکا باید به کدوم سمت بره؟ به سمتی که اسلحه آزاد باشن و بتونن اسلحه داشته باشن، یا به سمتی که اصولا اسلحه ممنوع بشه، هیچ کس نمیتونه داشته باشه، هیچ کس اسلحه نداشته باشه؟ این رو موضوع رو خواهش میکنم بینندگان عزیز مردم تیوی در سراسر جهان با اون تلفنی که گفتم زنگ بزنن، 281-835-3063 281-835-3063 زنگ بزنید و بگید که نظر شما چیه. نظر شما اینه که باید اسلحه رو همه داشته باشن یا باید هیچکی نداشته باشه؟ بعضی کشورها همه دارن، بعضی کشورها هیچ کس نداره. شما نظرتون اینه که اینجا یعنی در امریکا کدوم رو رعایت کنن؟ امیدوارم که بیایید و در این بحث شرکت کنید. یه بار دیگه تلفن میگم، 281-835-3063. ببینید، زنگ بزنید، خیلی راحت زنگ بزنید، بگید که شما نظرتون چیه، موافقی که اصله در امریکا همینطور که آزاده آب بمونه یا حتی آزادتر بشه، یا مثلا فرض کنید که ممنوع بشه؟ این نظر شما رو بگیم با توجه به اینکه الان مثلا در اورلاندو یه نفر اومد با اسلحه های خیلی اوتوماتیک که این اسلحه های اوتوماتیک رو میفروشن در مغازه، البته همه مغازه ها نمیفروشن، بعضی مغازه ها میفروشن، بعضی مغازه ها دیگه جمع کردن، یعنی در اونجا نمیفروشن این اسلحه ها رو، اسلحه های نیمه اوتوماتیک میفروشن. نیمه اوتوماتیک یعنی یه دونه بزنی آماده میشه که دیگه میتونی اینطوری تخت 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 میتونی بزنی، ولی اوتوماتیک اینکه دست رو ماشه همینطور مثل مسلسل گلوله ها میان بیرون. شما نظرتون چیه؟ یعنی معتقدید که در امریکا باید اصله همینطور فراغون دست مردم باشه، یا اینکه باید جلو فروش اصله رو بگیریم؟ امیدوارم که شما در این بحث شرکت کنید. با توجه به اینکه در اورلاندو یک کسی به نام عمر متین اصلاحی گرفت، اصلاحی اوتوماتیک، رفت گی بار کلاب، شروع کرده من رو با مسلسل بستن و بلاوی خودش 50 نفر رو کشت، یعنی 49 نفر رو کشت، خودش هم کشته شد 50 نفر و بیش از 50 نفر هم شدن. خب به خاطر اینکه این اصلاحی داشت رفت این کاری کرد. نمیدونم شما نظرتون چیه، پاسخ که من دریافت نمی کنم، انگار مایل نیستن دوستان بیان روی خط نظرتون بگن، نظرشون بگن. این تلفن راحته دیگه، یعنی یه تلفن ورده یه زنگ بگی میگی ها من موافقم اصله باشه، مخالفم اصله نباشه. چیز دشواری نیست و میتونید در این بحث شرکت بکنید. خب در
هفته ای برنامه هر وقت تصمیم گرفتید زنگ بزنید زنگ بزنید، اگر نه خب من به بحثم ادامه میدم. من در جلسه پیش گفتم که دوبار نه دوبار بلکه چندین بار از طریق اسلام کشور ما زیر سلطه سپاهیان رفته و مردم کشته شدن. یه بار اول قادسیه بود که در زمان آقای عمر اتفاق افتاد و سردار عرب سعد بن ابی وقاص به ایران حمله کرد و سردار ایرانی رستم فرخزاد شکست خورد و کشته شد و اومدن تیزفون و گنج‌های سلسله ساسانی به دست عرب‌ها غارت شد. بعد البته مردم مقاومت کردن، بارها جنگ کردن، یعنی بعضی ها تصور اینطوری جلوه میدن که مردم ایران از به اصطلاح از روحانیان زردشتی خسته شده بودن و مایل بودن یه دین جدیدی که میگفت همه با هم برابرن و برادرن بیان. در حال که اینطور نیست، مردم به شدت در مقابل عرب ها مقاومت کردن. مردم مقاومت کردن یعنی جنگ به اصطلاح در همون جنگی که اتفاق افتاد در قادسیه، این تنها جنگ نبود، بعد از این دو تا جنگ بسیار بزرگ در گرفت، یکی جنگ جلولا، یکی جنگ ناوند، که در جنگ جلولا اسم این جنگ رو گذاشتن جلولا به خاطر اینکه جلولا یعنی پوشیده، یعنی صحرا از جسد سربازان کشته شده پر شده بود و لذا وقتی نگاه میکردیم همه جا را جسد در جنگ کشته شده کام پر کرده و اسم اون رو گذاشتن پوشیده یعنی جلولا. و در جنگ ناوند همینطور و در بسیاری شهرهای ایران وقتی که عرب ها پیروز می شدن و مردم رو می کشتن و حاکم عرب می داشتن و چند نفر گارد می داشتن که بر اون از اون حاکم محافظت کنن، باز هم مردم می شوریدن و اون حاکم عرب رو یا می کشتن یا بیرون می داختن و در واقع نفی می کردن اسلام رو و دوباره از طرف خلیفه دوباره سپاه فرستاده می شد. این دفعه سپاه فرستاده می شد، سپاه معمولا خونخوارتر بود، حاکمه آدم کشتر بود و لذا وقتی وارد شد دوباره شروع که همه رو کشتن. در بعضی شهرها مثل استخر این دو بار اتفاق افتاد، یعنی دو بار حاکم عرب رو از شهر بیرون انداختن و یا کشتن و دوباره از طرف خلیفه اومد. این اتفاق در ری افتاد، در بسیاری شهرهای مختلف افتاد که حاکم عرب رو کشتن و یا بیرون انداختن و دوباره از طرف خلیفه سپاه جدیدی اومد و دوباره اونجا کرد، یعنی به شدت مقاومت کرد. اما در وقتی آقای خمینی که اینم از یاس میتونیدن قادسیه یعنی شکست ایران از اسلام، وقتی آقای خمینی اومد اصلا جنگی اتفاق نیفتاد. آقای محمد رضا شاه پادشاه گذاشتن رفتن، ارتش هم گفتن ما بی‌طرفیم، مردم هم اومدن تو خیابون فریاد کشیدن برای آقای خمینی، عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدن و موی پیغمبر رو توی قرآن دیدن. پس بنابراین بدون جنگ تسلیم شدیم. حالا چرا اصلا ما در 1400 سال پیش از عرب‌ها شکست خوردیم؟ البته اینو بهتون بگم، هیچ کینه ای از عرب‌ها به دلتون راه ندید که هر کینه ای از عرب‌ها یا از افغان‌ها یا از پاکستانی‌ها یا از ترکیه یا به دلتون راه بدید، این سودیش برای ابرقدرت‌ها. زیان ابرقدرت‌ها اینه که ما مردم با هم دیگه مهربون باشیم. همون قسمتی که ایرانیا از حمله آقای عمر لطمه دیدن، بیشتر از اون مردم مصر و لبنان و سوریه و اینجاها لطمه دیدن. اقلا ما ایرانی‌ها تونستیم زبانمون حفظ کنیم، فرهنگمون، آداب و رسومون حفظ کنیم، ولی اونا که نتونستن همشون شدن عرب. پس بنابراین اونا قربانی دو دفعه‌ای شدن، یعنی هم شکست خوردن، به زور شمشیر اسلام قبول کردن، همین که زبان و فرهنگ و همه چیز رو فراموش کردن و شدن عرب، ولی ما ایرانی‌ها اقلا این رو حفظ کردیم. در خلال صحبتم تکرار میکنم که میتونید در مورد اینکه به نظر شما آیا سلاح داشته باشیم یا نداشته باشیم به تلفن 281-835-3063 281-835-3063 زنگ بزنید و نظرتون در مورد
آزاد بودن اصله یا ممنوع بودن اصله بیان کنم. بعد داشتم میگفتم که در قادسیه وقتی شکست خوردیم بسیار جنگیدیم و خب برای 200 سال طول کشید تا از سلطه عرب خارج شدیم. در طی این 200 سال جنگ های بسیار اتفاق افتاد، افراد مختلفی اومدن خلیف با خلیفه جنگیدن، ولی خب راهی کامل اتفاق نیفتاد تا راهی کامل یعقوب لیث طفار اون مرد سیستانی شجاع و دلیر و باهوش اون تونست ایران رو کاملا آزاد کنه و رفت تا نزدیک پشت چند قدمی بغداد و نزدیک بود که خلیفه رو از تخت بزیر بگیره و بکشه، ولی خب مریض شد و اتفاقاتی افتاد که ولی به هر حال استقلال ایران به دست اومد و دیگه همه حاکمای عرب رو از ایران انداختن بیرون. خب سوال خیلی چندین سوال اینجا هست. اولی که ما چرا شکست خوردیم؟ ما که 1200 سال آقای نیمی از دنیا بودیم و این آقای نیمی از دنیا که بودیم آقای جوانمرد و آزاده‌ای بودیم، نه برده میگرسیم، نه برده ها رو به جان هم مینداختیم، نه آدم ها رو جلوی شیلای گرست نمینداختیم، نه پایتخت آتیش میدادیم که هیجان بیاییم و شعر بگیم و موسیقی بذاریم، هیچ کدوم این کارهای زشت رو نمیکردیم و آقای نیمی از دنیا بودیم. یک سوال اینه که چطور شد شکست خوریم؟ یک سوال اینه که چرا در این قادسیه آخر زمینی که شکست خوردیم یه جنگی هم نکردیم، یعنی در واقع جنگ نکردیم، تسلیم شدیم. در قادسیهی که زمان عمر بود جنگیدیم با نیروی اسلام، در قادسیه آقای خمینی بود ما تسلیم شدیم. چرا باید تسلیم بشیم؟ خب در اون قادسیه زمان عمر شکست خوردیم. من البته یه بار به طور خلاصه گفتم، حالا تکرار میکنم، به علت دینهایی بود که در ایران نفوذ. ببینید من اینو یه چیز بگم، اگر ما خدا را قبول داشته باشیم و اگر فرض کنیم که در دنیا مثلا 50 تا دین معتبره، از این 50 تا یکیش درست در جانب خداست، 49 تاش علکیه، برای که نمیشه که خدا بیاد خدای موسی بگه آقا شما جشن گرفتی شراب بخوری، خدای محمد بگه نه شراب نخوری. اگه همون خداست که نمیشه که اون خدا بگه که مثلا فرض کنیم که شنبه رو روز تعطیل بگیرید، این خدا بگه جمعه رو تعطیل بگیرید. این نمیشه، خیلی قوانینی که مختلفه نمیشه که همه اجانبی یک خدا اومده باشه. پس بنابراین خیلی بنا رو به خوب بذاریم، اینه که یکی از این دینا صحیحه از جانب خداست، بقیهش غلطه و به نظر من اون یکی هم صحیح نیست، برای که خدا هیچ احتیاجی نداره یک پیغمبری رو بفرسته. اگر خدا بخواد به من یک دستور بده، نه دست پاچه لفتیه، نه قبون دست، نه علیله، نه هیچی، پیغامش مستقیما به من میده، اصلا یک کار میکنه که من اون کار رو اوتوماتیک انجام بدم. گفتم براتون ببینید عنکبوت ها همه یه جور تار میتنن، هیچ کس به اینشون یاد نده اینجوری تار بتنید. این مادر طبیعت توی اعصاب اونا، توی اون البته اونا مغز میدونی مغز ندارن دیگه، مغز رو مهرداران دارن، اونا عقده های عصبی دارن، یعنی مثلا جفت جفت توی بدنشون یه چیز کوچیکی که عصبیه. به اونها اون آفریدگار یا اون مادر طبیعت گفته که اینجوری تار بتنیم. ببینید ماهی ها، یه ماهی هایی هستن که ماهی ماده که همینطور میاد تخم میریزه، ماهی نر به دنبالش تخمان رو جمع میکنه میخوره، فکر کنه این غذاست. حالا هر تخم افتاد اون کف یه جایی مخفی شد، حالا اون ماهی میشه. مثلا ماهی ماده ممکنه مثلا 1000 تا تخم بریزه، مثلا 50 تاش برسه یه جایی که محفوظ به اون ماهی بشه، بقیهش رو ماهی های نر بخورن. ماهی ماده تخم میریزه میره و تخم ریزی ماهی ماده تموم شد، خودش هم میاد دوباره اون تخم رو میخوره، اصلا متوجه نیست که این رو خود اون ریخته. اما یه ماهی هایی هستن بلاک ویک تیک بهش میگن، من اینو داشتم. این ماهی وقتی که تخم میریزه یه جایی تخم میریزه، مادر و پدر یعنی جفتن، یعنی اینا مثل ماهی ها معمولا
جفت نیستن، هر کدوم مستقلن، هر ماهی نری و هر ماده جفت گیری کرد یکی، ولی مثل مرغ و خروس که جفت نیستن، ولی کبوترها جفتن، کبوترها نر و ماده با هم کار میکنن، یه لونه درست میکنن، اون تو بچه تخم میذارن، یه مدت نره میخوابه، یه مدت ماده میخوابه و بچه به تخم جو جا به وجود میاد. در ماهی ها همونطوری گفتم در این ماهی بلاک فیک فیک جفت میشن، یعنی یه زن و مرد میشن و این زن و مرد وقتی ماده تخمه رو میذاره هر دوتا موازه به تخمه، بعد که تخمه بچه های ریزی میشن، اصلا این مثلا یه لونه مثلا یه صدفی رو گذاشتی، من گذاشتم این چیزی بود گودی بود این شکلی بود، این اصلا اون تو تخم میذاشتن، روزای بچه ماهی کوچیک رو میکنه تو دهنش میره میرون فوت میکنه، اینا بیرونه، بعد که شب میشه اینا رو دوباره جمع میکنه تو دهنش میبره تو اون لونه فوت میکنه. و یه چیز عجیب اینا، مثلا پیغمبر اومده گفته این کار رو بکنید، اینا اون مادر طبیعت توی مغز اونا اونجوری میتونه که ماهی ها چیز مانه دارن مرد دارن تو مغزشون اونطوری گذاشته. ببینید کله بافاله ها میرن، یک بافاله ماده یه بچه میذار، اونا باید برن، وای نمیستن برای این بچه، که بچه که به دنیا میاد یه ذره این منوار میکنه خودشو دنبال مادر میدوه، کی بهش یاد داده دنبال مادر بدوه؟ اون مادر طبیعت نمیخواد یک بوفالوی بگه من پیغمبرم، همه بچه ها باید دنبال مادرشون بدوه، مادرها باید گاهی بایستن به بچه ها شیر بدن، اینه توی ذات اونا هست. حالا از توی انسان ها افرادی اومدن گفتن ما پیغمبری مجان خدا ماری، به نظر من علکی میگن، اما حالا اگر اعتقاد داشته باشیم که خدا بالاخره یه پیغمبری فرستاده، یکی از اینا صحیحه، نمیتونه همه صحیح باشه چون زد و نقیض هم. خب گفتم چرا ما شکست خوردیم؟ گفتم برای که دینای مختلف اومد، اولین دینی که نفوذ کرد در ایران دین، یعنی منظورم غیر از باورهای هخامنشی، باور هخامنشی این بود که آبادسازی باشه، داد باشه یعنی عدالت باشه، دهشمندی باشه یعنی بخشش باشه، شادزیستی باشه و جنگ با بدی ها. جنگ خیلی مهمه، جنگ با بدی ها. ما در زمان آقای خمینی تسلیم بدی ها شدیم، هیچ کدومون نجنگیدیم، شامون هم نجنگید، بلکه هممون باور غلطی اون دفعه گفتم مثل آدم های معتاد که یک روحیه غلط و ضعیفی توی وجودشون هست، ما هم این باورهای غلط ما یک کاری کردیم که اونجوری شده بودیم، حالا میگم که این باورهای غلط چیا بود. ولی در اون باورهای زرتشتی که بود، باورهای غیر صحیحی که اونجا اثر من میگن زرتشتی، فکر نه اصلا زرتشت خود هیچ وقت نگم من جانب خدا، زرتشت یک معلم اخلاق بود، گفت من معلم اخلاق هم، من اومدم بگم که چه دستورات رو به کار بریم تا بهتر زندگی کنیم، برای که بهتر زندگی کنیم باید آبادسازی کنیم، باید داد و عدالت رو رعایت کنیم، باید شادزیستی کنیم، باید دهشمندی کنیم، باید با بدی ها بجنگیم، باید بجنگیم. خب بعد دستورهای موسی اومد، دستورهای دین یهود اومد، از اول دین یهود ساختش با چیزای غیر منطقی و خرافی بود. این فکر رو موسی آورد دیگه، محمد از اون تکرار کرده که خدا اومد یک گل رو گذاشت به هم چسبون و یه دونه مجسمه گلی درست کرد، تو دماغش فوت کرد، این راه افتاد شد آدم. بعد خدا متوجه شد که این حوصله‌اش سر میره، تنهایی خب اگه بناس یه موجودی از تنهای حوصله سر بره، چرا خود خدا از تنهای حوصله سر نمیره؟ برحال خدا اومد دفعه اول گلا رو گذاشته بود رو هم مجسمه کرده بود، این دفعه که آدم که بود از دنده چپش یه تیکه گوشت و استخون کند انداخت زمین و این شد حبا. خب این خلقت اصولا غیر منطقیه، ما در طبیعت میبینیم همه موجودات از رشد به وجود میان، نه اینکه یه دفعه به وجود بیان. بچه آدم اول یک اووله
که اون تخمک مال زنه و اسپرماتوزوید است، اسپرماتوزوید مرد مثل بچه قورباغه میمونه، خیلی ریزه، دیده نمیشه به چشم، ولی وقتی که اون مایع وارد میشه هزاران اسپرماتوزوید اون تو میان، مثل گفتم مثل بچه های قورباغه، مثل بچه ماهی و بچه قورباغه تکون تکون میخوانه، تکون میده میاد، یکی از اینا میتونه بره توی عقول باش تو ترکیب بشه دیگه. وقتی یکی رفت دیگه اون عقول اجازه نمیده که دومی بیاد تو، بعد ترکیب میشه از ترکیب اون سلول زنانگی و سلول مردانگی تخم وجود میاد، تخم رشد میکنه، یه بچه میشه، جنین میشه. اینجوری نیست که یه دفعه تلپی یک کنده بیاد بینون، یه فیل به اون عظمت، یه سلول ماده است، یه سلول نه، تو بدن فیل ماده رشد میکنه، بزرگ میشه، به حدی که بزرگ شد میاد بیرون، میفته به اصطلاح تولد پیدا میکنه. نه که یه دفعه یه فیل باشه همینطوری یه فیل گنده بغلش به وجود بیاد، نه، اون فیل دومی بچه اول یه جنین اینطوری بوده، دیدم نمیشده، بعد یواشاش بزرگ میشه، بعد یواشاش دست و پا و فلانه در میاره، بعد که کامل میشه منتها کوچیکه از شکم مادرش میاد بیرون. اما در تولد، در خلقت موسی گل و هم چسبوندن درست به اندازه آدم فوقی. در یه جای تو تورات میگه که خدا با یعقوب، فکر کنم یعقوب باشه، شب تا صبح تو چادر کشتی گرفت. یعنی اینا فکر میکنن که موسی فکر میکرد که خدا اندازه خودشه، چون به عظمت جهان پی نبرده بود، فکر میکرد که خدا به اندازه خودشه، گلا رو گذاشته رو هم فوت کرده، اینجوری شده. در حالی که اگه میدونست که بابا اگه خورشید بنده هندوونه باشه، ما بنده خشخاش کره زمینیم و در یک کهکشان میلیاردها خورشیده و در جهان میلیاردها کهکشانه، پس اون آفریدگار، اون نیروی آفرینش اونقدر عظیمه که اصلا قابل مقایسه با این چیزی که تو ذهن ما هست نیست، اصلا ما نمیتونیم درک کنیم. همونطور که مثلا مورچه‌ای که تو باخچه راه میره، اگه مثلا هواپیما بوئینگ تو هوا ببینه، نمیتونه بفهمه که این هواپیماییه که توش مثلا فرض کنه که 200 نفر آدم، 300 نفر آدم نشستن، فکر کنه یه پرنده ای. خب باورهای یهودی اومد یه مقدار به باورهای هخامنشی لط بزن، بعد باورهای عیسی اومد. عیسی میگه که آقا این مرد صورتو چک زدن، این مرد صورتم بگی بزنن، پیرن تو خواستن کتتم بده. خب این مخالف باورهای زرتشتی، باورهای زرتشتی میگه که با نیروی بد بجنگ. اونی که اومده تو گوش من یه چک بزنه نیروهای بده، من باید با این نیرو با این بجنگم. اونی که اومده پیرن منو بگیره اون جزوی نیروهای بده، من باید با این بجنگم. اگه من گفتم پیرنت بده به این، خب خراب شد دیگه. اون باورها اومد تو باور زرتشتی، یه گوشهایی رو خراب کرد. یعنی مثل اینکه یه ضربه خورد، ضربه اول از موسی، ضربه دوم از عیسی، ضربه سوم از بودا. بودا اومد گفتش که آقا اصلا این چیزای لذت‌های دنیایی رو بذارید کنار، برای که این لذت‌های دنیایی بی ارزشه، شما وقتی دل ببندید بعد از دستتون میره قصه میخورید. من چه حرفی میزنی؟ من یه خونه درست میکنم، زندگی درست میکنم، زن و بچه خانواده درست میکنم. حالا اگر فرض کنیم که زلزله اومد ما مردیم، که خب مردیم دیگه، از اولش که داریم اونا رو قصه بخوریم که اگه نداشتیم، یا دل نبندیم که اگه بره خانواده درست نکنیم، خونه نسازیم، بچه نشدیم، زن نشدیم، برای که یه وقت اینو از دستمون بره دلشکسته میشیم، قصه میخوریم، گریه میکنیم. آقای بودا اومد گفت من میخوام رنج بشر رو از بین ببرم. از بین بردن رنج بشر اینطور که آقا دل به چیزی نبندی. خب این یه سری باورا در زمان ساسانیان یک پیروز بود، برادر پادشاه بود، این فرمانروای خراسان بود، روی سکه‌هاش همونطوری که از اهورامزدا سپاس کرده بود، از بودا سپاس کرده بود، سکه‌ها پیدا شده. خب حالا این اگه بودایی شده باشه، خب بودایی شده بوده دیگه،
عبودا سپاس کرده، یا اینکه اگه بودایی هم نشده همون زردشتی مونده باشه، معلوم میشه که در اون منطقه تعداد بودایی ها زیاد بوده و این برای جلب محبت اونا از بودا هم سپاس گفته. پس نفوذ دین بودا در ایران انکار ناپذیره. دین بودا در ایران، این ستا دین از خارج اومدن، دین یهود، دین مسیح، دین بودا، دو تا دین هم از داخل اومده، اونا هم خراب کردن. اینکه مانی اومد گفتش که خدا فرشته رو به من فرستاده و اون فرشته به من گفته که تو گوشت نخور، شراب نخور، با زنها هم نزدیکی نکن. خب میشه ترک دنیا دیگه، با زنها نزدیکی نکن یعنی خانواده درست نکن، گوشت هم نخور یعنی غذای درست حسابی هم نخور، شراب هم نخور یعنی حال هم نکن. خب این فرق میکنه با این باور زردشتی که میگه آباد سازی کن، این فرق میکنه که میگه شاد زیستی کن. خب آدم میخواد شاد زیستی کنه، خب شراب بخشی از شاد زیستیه دیگه. در حالی در دین موسی همیشه میگه جشنگیری شراب بخوره، عیسی هم که خودش شب آخرش با اولیانش داشت شراب میخورد و ضمناً عیسی همش میگفتش که من پادشاه آخرتم، دنیا رو ولش کن، آخرت دنیا اونجا جای ما هست. در آخرت عیسی میگه که من با پدرم یعنی با خدا سوار ابر میشینیم زمین. فکر کنه خدا همیشه خودشه و فکر کنه ابر مثلا لحافه میشین رو ابر، ابر یواش یواش میاد تو میذاره پایین. اصلا تصور نمیتونه بکنه که ابر توده بخاره، چیزی توش نمیمونه، هرچی بیاد بالا رد میشه ازش، میفته هواپیما از توی ابر میره بالا، بالا ابر دوباره از توی ابر میره پایین. این چون وسایل نبود، البته این مخصوص عیسی و موسی نیست. مثلا فرض کنید که چند صد سال پیش شاید همه مردم فکر میکنن ابرای چیزی که میشه روش بره بچینی، چون از دور که نگاه میکنی به نظر میاد مثل پنبه مونه، یه توده پنبه مونه، ولی توده یه بخاره. مانی هم کنم پس من رو این چند تا لطمه خورد به باورهای زردشت، باورهای زردشت خورد، یکی دین عیسی بود، یکی دین موسی بود، یکی دین بودا بود، یکی دین مانی بود. بعد هم که آقای مزدک اومد، مزدک اولین سوسیالیستی در تاریخ بود که خودش در زمان خودش قادر به اجرای احکام خودش شد. یعنی مثلا آقای مارکس اگه سوسیالیسم رو پیشنهاد کرده، خودش نتونسته که سوسیالیسم رو عملی بکنه، بعدها لنین مثلا در اون راکان برداشت. ولی این آقای مزدک در حالی که قوانین سوسیالیسم رو پیشنهاد کرد، خودش قادر به اجرای اونها شد. چرا قادر به اون اجرای اونها شد؟ برای که پادشاه قباد خودش پیرو مزدک شد. میدونی مثل چی مونه؟ مثل مثلا فرض کنیم که مولا عمر بود، رهبر پاکستان بود، ولی بن لادن دستور میگیره. بن لادن رهبر مذهبی بود، مولا عمر رهبر دولتی بود، منتها مولا عمر قوانین رو از بن لادن که رهبر مذهبی بود میگرفت. حالا اینجا قباد پادشاه بود، ولی از مزدک که رهبر اخلاقی و مذهبی بود دستور میگرفت. پس بنابراین هرچی که مزدک میگفت قباد انجام میداد. خب بالاخره این مزدکیان، خب ما نویان به صدا نظم دولت ایران لطمه زدن. وقتی لطمه زدن اون وقت اومده محاکمه کردن اونا رو، در محاکمه مانی محکوم شد. وقتی محکوم شد حکم مرگ صادر شد، به همه این مانی و همه یارانش کشتن. و اگه بی نظمی در بودی، یعنی ببینید شما وقتی که با آبادسازی مخالفت کنی، خب وقتی با آبادسازی مخالفت کردی، یعنی باز یعنی مردمان زاره برن مثلا فرض کنیم که یه گوشه درال بکشن با امید طبیعت، یه چیزی بالاخره یه نونی از توی مثلا میوه‌ای که توی جنگل هست، یا مثلا علف‌هایی که میتونن چیا از خوردنی خور در میارن، اینطوری زندگی کنن، ولی کار نکنن، آبادسازی نکنن. وقتی آبادسازی نکنن
در باورهای زرتشتی میگن دستی که گندم میافشاند اشعایی است، یعنی دستی که گندم میافشاند قابل احترامه، قابل ستایشه. خب باورهای مانی اینه نمیگه، میگه که مثلا ترک دنیا بکنی، به زن چیز نکنی. البته مانی میگه که رهبران مذهبی باید اینطور باشن، مردم معمولی میتونن زن داشت باشن، ولی خب رهبران مردم معمولی به رهبرشون نگاه میکنن دیگه. در نتیجه نظام دولت قبل از اسلام که سه تا ما سلسله داشتیم، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و این مانی در زمان ساسانیان بود، نظام به هم خورد و نظام محاکمه و محکوم به اعدام شد و همه رو کشته. مزدک هم خب قوات به مزدک گروید دیگه، ولی باز نظم به هم خورد. 30-40 سال مزدک و این مزدکیان بودن و در این مدت خب تولید و خانواده به هم خورد. تولید به هم خورد برای که مزدک گفت که بریم هم بارا رو باز کنیم، بین مردم قسمت کنیم. من در یکی از گفتهام یه اشاره کردم، سه تا پادشاه رو مثال دادم که اینا با قحطی روبرو میشن هر کدوم چیکار میکنن. یکی آقای از آخر بریم اول، یکی آقای احمدشاه، احمدشاه آخرین پادشاه قاجار، میره گندم رو میخره، میاره توی خونش انبار میکنه، توی دربار انبار میکنه. بعد که گندم کم میشه، گرون میشه، میاد فروش. مردم خیر زهران که میبینن مردم همینطور گرور از گرسنگی میمیرن، تصمیم میگیرن یه پولی بذارن رو هم، بیان یه مقدار گندم بخرن، آرد کنن، یه مقدار نون مجانی بین مردمان گرسنه قسمت کنن. میان از احمدشاه گندم بخرن چون کسی دیگه گندم نداشتن، همه این خریده بود. میان مثلا میگن آقا گندم فرض کنه که خرواری چند، خروار یعنی 300 کیلو، چند 300 کیلو چند؟ اون موقع هنوز وزن 300 کیلو هم نبود، 100 من بود، 100 من، من مثلا بعدا منظور 3 کیلو بود، 100 من هم بودن. یه خروار میگه آه یه خروار یعنی 100 من گندم چقدر؟ پیشکار احمدشاه میاد میگه 100 من گندم مثلا فرض کنیم $50، اونو میگه باشه ما مثلا فرض کنیم که 20 خروار گندم بخوام، اینم بی پولش میدیم دیگه. البته اون موقعی که دلار نبوده تو ایران که معادل این میگیم، چون پولای عوض شده و ارزشای پولا فرق کرده، نمیتونیم یه رقم خاصی بگیم. پیشکار احمدشاه میگه به محمدشاه میگه که قبول کردم $50، میگه نه برو بگو $60 کمتر نمیدم. میان میگن $60، پادشاه میگه $60 میدم، میگن باشه $60. این واقعیت ها یعنی دو دفعه چونه میزنن همچون قیمت رو میبره بالا، دوباره میگم میگه $75 کمتر نمیدم، میگن باشه $75 پول میدن از این گندم میخرن. یعنی آدم های خیر شهر از پادشاه گندم احتکار شده رو میخرن به قیمت گرون، میارن آرد درست میکنن، نون درست میکنن، به مردم فقیر بخت قسمت میکنن تا اینکه اینا گرسنگی نمیرن. این یه پادشاه بود قباد، در زمان قباد قحطی شد، از قباد پرسیدن چیکار باید بکنیم. قباد گفتش که ببینی مردی که مار زده بازدش، مردی که مار بهش نیش زده باشه، این مرد جونش از تنش در حال بیرون اومدنه. اگر یک کسی تریاق یا نوشدارو، حالا میگیم نوشدارو چون تریاق اگه بگیم، با تریاق اگه بگیم لغت ها قاطباتی میشه، بگیم نوشدارو یعنی دوای معالجه زهر مار، دوای معالجه مارگزیدگی. یه نفر مار زده این داره میمیره، یه نفر دیگه داروی مارگزیدگی رو داره، اگه داروی مارگزیدگی داره، اگه مجانی نده به این مارگزیده و مارگزیده بمیره، خونش با اون شخص اون باید بکشی بشه. ببینید خدمت آقای قباد پادشاه چی بود، گفت باید بکشیم اگه کسی، بعد مثال زد گفت کسی گندم داره و دیگران دارن گرسنگی میمیرن باید بکشیمش.
پس لذا باید در انکندوها رو باز کنیم و قسمت کنیم. حتی به زنان چیز نکردن که آقا زنان هم میتونیم اشتراکی باشه دیگه. یعنی اولین مرام اشتراکی که عملی شده در جهان زمان مردک بوده. خب 30 سال 40 سال این اتفاق افتاده. خب طبیعی است که آبادسازی و تولید مواد غذایی کاهش پیدا میکنه. وقتی آبادسازی کاهش پیدا کرد، وقتی تولید مواد غذایی کاهش پیدا کرد، خب خراج یعنی مالیات کم میشه دیگه. مالیات که کم شد صندوق دولت خالی میشه. خالی که شد نمیتونه سرباز داشته باشه. سرباز نداشته باشه در مقابل هجوم بیگانگان نمیتونه مقاومت کنه. همه به هم ربط داره. پس بنابراین مردم چیکار کردن؟ اومدن قباد پادشاهی خلش کردن. در اون موقع خانواده های بزرگ بودن که اینا شورای پادشاهی بودن. این شورای پادشاهی مثلا در افغانستان میگن لوبیه جرگه سران قومهای مختلف جمع میشن و این سران قومهای مختلف میتونن مثلا میگن حالا از حالا مثلا کی اصلا پادشاهی باشیم یا جمهوری باشیم یا تصمیمات مهم میگیرن. برای در اونجا هم به صورت صندوق رأی هم برن رأی بدن نبود. خانواده های بزرگ جمع شدن گفتن آقای قباد رو خلش میکنیم، این مملکت رو داره به راه غلط میبره. قباد رو به زندان انداختن. بعد برادرش پیروز پادشاه شد. بعد قباد رفت به کشورهای مخالف، اونا که دشمنان ایران بودن مثل ترکان آسیا مرکزی، رفت اونا کمک گرفت، دوباره اومد پادشاه شد و این دفعه به مزدکیان دیگه روی خوشی نشون نداد، مزدک رو راه نداد و تردش کرد. بعد وقتی که قباد مرد، پسرش انوشیروان پادشاه شد، مزدک و مزدکیان همه رو کشت. حالا دو تا پادشاه گفتم، یکی احمدشاه، یکی قبادشاه، که احمدشاه گندم احتکار میکرد گران میفروخت، قباد میگه بزن انبارا رو باز کنیم بدین دست مردم. حالا اردشیر باباکان سلسله ساسانی ببینیم چیکار کرد. مردمان استخ، استخ بزرگترین شهر آن زمان استان فارس یا تمام ایران، مردمان استخ اومدن نامه نوشتن برای شاه اردشیر که آقای پادشاه باران نیومده امسال و ما وضعمون بسیار بده. شاه پاسخ داد اگر ابر بخل کرد و باران بر شما نبارید، من باران خودم بر شما میبارونم و نمیذارم شما خشک و بیبرگ باشید، من شما رو برگ و نوا میدم. دستور داد از خزانه برمه کمک کردن تا اون سال قحطی، سال خشکسالی رد بشه. خب سال بعد بارون میاد دیگه. ببینید اینطوری در مثلا فرض کنیم که در کشور اروپایی هر کس که کار نداره، پول نداره، دولت بهش پول میده. نگه ایرها بریم انبار مردم خالی کنیم ببینیم بدیم به شما. که یه نفر گرسنه است، مثلا فرض کنید که در شهر 1000 نفرن که درآمد ندارن، اصلا کار ندارن، بیکارن، هیچی هم ندارن. اینا بگیدن نمیگن بگید آقا مثلا اون مایه رو غارت کنید، که میگن خب باشه ما به ما بیاید حقوق میگیریم، حقوق میدن بهشون تا اونا برن زندگیشون رو بچرخونن. همین کاری که ارتش بابکان کرد. اصلا این برخی پادشاهان ساسانی اومدن برای مردم فقیر مستمری تعیین کردن. حتی مثلا فرض کنیم که یک مردی که میمرد، زن و بچهش اگر پول نداشتن بهشون کمک دولتی میشد. اگر تاجری ورشکسته میشد بهش کمک دولتی میشد. اونجا خب اینا اینجوری هم دیگه فرق هست بین چیزهای مختلف. ما یک زنگ تفریحی زمانی داشتیم. سوال نشون تو میدم.
نمیدونم این مانیتور ما کار نمیکنه، نمیدونم دلیلش چیه. جناب صاحبی تصویر من هست اونجا توی تلویزیون؟ اگر جناب سوربی صدای من میشنوند لطف کنه یه زنگ بزنن به من بگن تصویر ما هست توی تلویزیون یا نیست. الو سلام، سلام از بنده است. پس مرسی. حالا اجازه بدید من برگردم به تصویر خودم ببینم درست شد. تصویر من اومده الان یا نه؟ خب اجازه بدید که آقای پارسا سوربی مدیر مردم تیوی رو خط هستن. آقای سوربی به برنامه من خیلی خوش آمدید، بفرمایید. نظر منم این نظر شماست. برای که همونطور که شما گفتید مثلا فرض کنیم که در فرانسه یارو رفته از اوکراین اسلحه خریده، اونجا هم که کنترل وقتی وارد اروپا شدی دیگه مردها که کنترل نمیکنن، اون اسلحه رو برمی‌داره میره فرانسه آدم کشی کنه. پس بنابراین اگر تو فرانسه یا تو نروژ فروش اسلحه رو ممنوع کنن، اون قاتل اون تروریست و آدمکش بالاخره یه جور پیدا میکنه، ولی اون مردم معمولی هم که محروم میشن از داشتن اصله و اگر لازم بشه از خودشون دفاع کنن قادر نخواهند بود. یعنی همون میشه شهروندان قانون ندار رو به اصطلاح ممنوع میکنن، ندارن اینا رو بی اصلاحی میکنن جلو. الان یکی از چیزایی که این آقای ترامپ داره میگه اگه مثلا تو اون محلی که این گیا بودن تو اون دیسکو یا تو بار یا کلاب اگر یکی از این تد نفر از لحه داشت خب اونم یه تیری اولا به این میزن. بله و حقیقتا میشه مثل زمان قدیم که فیلم ها رو بیردیم تو فیلم های برسته اگه یه نفر از لحه میشه چهار دیگه هم فرد فرد شروع میکردن در اصلا اونم یه حالت خطرناکی داره. و همین آقای دانالد ترامپ هم حتی میگه اولا اگر ممنوعش نمی کنید برای اونایی که اسمشون روی نو فلای لیست هست، نو فلای نو بای، یعنی اگه نمیتونی با هواپیما پرواز کنی پس نباید
سپاسگزارم از شما جناب صاحبی که اومدید با خط. مرسی. مانیتورتونم کار میکنه، شما عوض کنید احتمالاً. نه آخه من چون خودم آقای من چون خودم نمیبینم نمیتونم این کارو کنم، ریسک میکنم و نمیفهمم که کجا میگه. آره مرسی، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. پس من با اجازهتون این آقای سمس خوابتی ما دستگاه ما رو عوض کرد، یه دونه سویچر داشتیم خیلی طول میکشید، ریموتی بود، رسیم یه روی سویچر دیگه آوردیم که دکمه‌ایه، ولی اصلا اون مانیتوری که من باید ببینم که چی نشون میده اون الان به یه دلیلی کار نمیکنه، ولی لذا من وقتی میبرم روی تصویر ببینید دو تا دوربین دارم، من یه دوربین هم من عکس میگیره، یه دوربین اینجاست، این دوربین از این مانیتوری که من اینجا تکونش میدم از این عکس میگیره، من یه نوشته اینطوری میذارم زیر مانیتور، این مانیتور اینو بزرگ نشون میده، وقتی بزرگ نشون میده من میبرم روی این دوربین تا شما هم بتونید ببینید، ولی الان وقتی میبرم این دوربین تو اون مانیتور خودم میبینم که چه تصویری رو نشون میده، الان نمیتونم ببینم ولی تا معذرت میخوام ازتون. برای اینجا یک لب خوشگلی کشیده شده و مطلبی روش نوشته، من این مطلب رو براتون میخونم. یکی هست در محله ما، همه او را برای یک شب دوست دارن، حتی برایش آشنایی هم نمیبرند. او با کسی کاری ندارد، خودش را میفروشد و نان شبش را میخرد. حاج آقا میگوید باید از محله برود چون همه جوانان مسجدی را از راه به در کرده. نمیدانم چرا مسجدی ها با یک فاحشه از راه به در شدند، ولی فاحشه ها با این همه مسجد به راه راست هدایت نشدند. شاید فاحشه به کارش ایمان دارد ولی مسجدی ها نه. برای اینم یک بخشی از ماشین میزنه به یه نفر پاش قطع میشه، قاضی برای راننده 100 میلیون تومان میبره، صاحب ماشین میگه مگه من میلیاردرم؟ در که پاش قطع بود میگه پدر سگ فکر کنی من 1000 پا هستم. پسرها رو میبرن کلانتری، میگه چرا من آوردید اینجا؟ میگه واسه عرق خوری. میگه بچه نمیریم بخوریم. چهارده نوع خوردنی حلال که روزه را باطل نمی کنن. یک بیت المال، دو دارایی بانکا، 3 مال مردم، 4 مال من، 5 مال شما، 6 مال صغیر، 7 مال فقیر، 8 مال یتیم، 9 3000 میلیارد، 10 25000 میلیارد، 11 60000 میلیارد، 12 100000 میلیارد، 13 4 5 نفت کش پر از سوخت، 14 دکل حفاری. لازم به ذکر است که خوردن آب و نان و حتی کشیدن یک نخ سیگار موجب ابطال روزه گردیده و پیگرد شدید قانونی را به دنبال دارد، چون ماه رمضان نزدیکه. من از اطلاع دوستان عرض کردم که مبادا روزشون باطل شود. از یاران پرسند امام رضا چرا رفته بود مشهد؟ میگه خواهدن رفته بود زیارت دیگه. توی مراسم ختم بلندگو میگه مرحوم وصیت کرده سیاه نپوشی، یکی داد میزنه مرحوم غلط کرده، ما به احترامش میپوشیم. طلبه زنگ میزنه فرودگاه، میگه ببخشید خانم از تهران تا شیراز چقدر راهه؟ دختره میگه یک لحظه. طلبه فکر میکنه جوابش داده یه لحظه، میگه مرسی، بحث میکنه.
اینم زنگ تفریح امروز دیگه. تاریکی نمیتواند تاریکی را پشت سر بگذارد، فقط نور است که از تاریکی میگذرد. با نفرت از نفرت نمیشود گذشت، فقط با عشق میتوان آن را گذر کرد. مارتین لوتر کینگ. برحال داشتم راجع به دینا گفتم، میگفتم که برحال دین مزدکم ضربه دیگری رو به باورهای زردوشی زد و در نتیجه تضعیف شد. با این تضعیف شدن باورها و اتفاقات دیگری که به هم افتاد باعث شد که در اواخر دوره ساسانی هی در عرض مدت کوتاهی پادشاهان مختلف بیان و مثلا فرض کنیم که شیرویه 17 تا برادر خودش کشت، یا مثلا فرض کنیم که دختر خسرو پرویز یا پولاندخ بود یا آذربیدخ، یکی از اینا یه سردار بزرگی، بزرگترین سردار رو دعوت کرد کشت خودش و یارانش رو. و از این اتفاقات افتاد و قوای ایران ضعیف شد. وقتی یزدگرد پادشاه شد به دینوری میگه 8 سالش بود، طبری نوشته شون ببخشید دینوری میگه 16 سالش بود، طبری نوشته 8 سالش بود. خب حالا یه پسره، حالا میگیم بین 8 سال و 16 سال مثلا 12 سالش بوده. خب یه پسر 12 ساله چیه چیزی میتونه مملکت داره داره کنه؟ چرا پسر 12 ساله رو پادشاه کردن؟ برای که کسی از خانواده پادشاهی نمونده بود و به این ترتیب شکست خورد. و حالا میگم که بعدا دفعه بعد صحبت میکنم که چرا از آقای خمینی به این راحتی شکست خوردیم، نه که شکست خوردیم بلکه تسلیم شدیم. من از آقای سوربی در رفاق فرمان برنامه راهنمای فنی کردن تشکر میکنم. از شما خانم آقایانی که به برنامه توجه کردید سپاسگزاری میکنم. براتون شادی و پیروزی، تندرستی آرزو دارم.